دهمین روز آبان ماه برابر با 1 نوامبر سال 1293 خورشیدی برابر با 1914 میلادی، اعلام بیطرفی ایران در جریان جنگ جهانی اول. از آنجایی که گسترش جنگ بر وضع داخلی همه کشورهای جهان به ویژه ایران که از موقعیت استراتژیک خاصی برخوردار است تأثیرگذار بوده، دولت مستوفی الممالک که 18 روز پس از شروع جنگ جهانی اول تشکیل شده بود، پس از تصویب مجلس شورای ملی برای صیانت مملکت از هر گونه حادثه‌ای، بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول را اعلام کرد. وی طی بخشنامه‌ای از تمام مأموران دولت خواست که فرمان را به مورد اجرا گذارند و کاری خلاف بی‌طرفی انجام ندهند. لازمه حفظ بی‌طرفی ایران این بود که وضع یکسانی نسبت به متفقین و متحدین وجود داشته باشد و نمایندگان کشورهای در حال جنگ در ایران اقدامی علیه هم صورت ندهند. اما چنین نشد. ضعف سیاسی حاکمان، اوضاع آشفته داخلی ایران و جنگ افروزی و توسعه طلبی کشورهای درگیر جنگ موجب گردید تا بی‌طرفی ایران نقص شود. به همین سبب نیروهای انگلستان، روسیه و عثمانی با لشکرکشی به ایران سرزمین‌های وسیع را اشغال و خسارت‌های بسیاری به کشور و مردم ایران وارد کردند. در این اوضاع ایران عملاً به یکی از جبهه‌های جنگ جهانی تبدیل گردید که هر یک از دول درگیر جنگ بخشی از آن را تصرف کردند و هرچند دولت ایران کوشش داشت روسیه را قانع سازد تا قوای خود را از شمال ایران خارج سازد و بی‌طرفی ایران حفظ شود، اما نه روسیه و نه متحدین توجهی به این امر نداشتند و پیوسته اهداف خود را به قیمت نابودی استقلال ایران دنبال می‌کردند. حاصل این تجاوزات قحطی و قتل و غارت مردم ایران بود. سال 1306 خورشیدی برابر با 1927 میلادی، درگذشت سلطان عبدالمجید میرزا عین‌الدوله صدر اعظم قاجار که نوه فتحعلی شاه قاجار بود و در تهران به دنیا آمد. وی پس از گذراندن دروس مقدماتی و اتمام تحصیلاتش در دارالفنون به اشاره ناصرالدین شاه در دستگاه ولیعهد در آذربایجان مشغول به کار شد و پس از چندی علاوه بر دامادی مظفرالدین میرزا ولیعهد مدارج دولتی را پیمود و به عنوان دست راست ولیعهد شناخته شد. عین‌الدوله پس از به سلطنت رسیدن مظفرالدین شاه برای مدتی به حکمرانی خوزستان و مناطق اطراف آن رسید و سپس به ولایت تهران منصوب شد و پس از چندی سرانجام توانست به مقام صدارت عظما دست یابد و شخص دوم مملکت گردد. اما این ایام دوامی نداشت و پس از آنکه وی جنبش‌های آزادی خواهی مردم را به شدت سرکوب نمود، بر اثر فشار مردم از کار برکنار شد و 2 سال به خارج از تهران تبعید گردید. وی بعد از فتح تهران با کمک‌های مالی خود به فاتحان پایتخت جان خود را خرید و در کابینه های علاءالسلطنه و مستوفی الممالک وزیر داخله شد. وی پس از کودتای اسفند 1299 به عنوان صدر اعظم استبداد و رئیس الوزراء مشروطه در رأس رجال بازداشتی قرار گرفت و نزدیک به 100 روز در زندان کودتا به سر برد. عین‌الدوله پس از آزادی از زندان گوشه‌گیری اختیار کرد و در حالی که بیماری و فشار طلبکاران او را از هر فعالیتی باز می‌داشتند، سرانجام در سن 82 سالگی درگذشت.